به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت عاشقان کشتی. میگم که با هم دیگه یک دیگه از کشتی های رقابت‌های انتخابی تیم های ملی رو با هم ببینیم. وزن 92 کیلوگرم رشته آزاد بین کامران قاسمپور با دوبنده آبی از مازندران و حسین جلالی نژاد با دوبنده قرمز از لرستان. دو کشتی در سرشاخ باید ببینیم چه عملکرد رو میخوان مقابل هم دیگه اجرا بکنن. قاسمپور رو همتون میشناسین، با عقبه بسیار ارزشمند طلای امیدهای جهان و عملکردی که داشته کسی نتونسته مدت هاست کسی نتونسته شکستش بده و تنها برندش حسن یزدانی هستش. واقعا هم حیف بود که بخواد پشت این کشتیگیر بمونه، به وزن بالاتر اومده. علی‌رغم وزن کمترش نسبت به سایر مدعیان برتری خودش رو تا اینجای کار نشون داده و باید ادعاش رو ثابت بکنه. همه ازش توقع دارن که بهترین خودش رو مثل همیشه به اجرا بذاره. با وجود 8 ماه دوری از کشتی و علی‌رغم وزن کمترش، جلال نژاد هم کشتیگیر جوان لرستانی با شکست میرباغبان نشون داد که توانمندی های خاص خودش رو داره. باید ببینیم مقابل قاسمپور با تجربه و میدان دیده چه عمل کردی و از خودش اجرا میکنه. دو کشتیگیر دسته هم دیگه کار میکنن، تا اینجای کار به هم دیگه راه ندادن، صرف بسه نتیجه کار دنبال میشه. باید دید آیا در این وزن قاسمپور یک تازه خودش رو نشون میده و برنده میشه یا خیر. کشتی ورزش لحظه هاست، منطقه کشتی قاسمپور باید برنده میشه، اما کشتی ورزش لحظه هاست. یک لحظه داور کشتی متوقف کرد، مجددا کشتی آغاز میشه. بله اینجا کشتی آغاز شد، مجددا در سرشاخ هر دو کشتیگی. یک لحظه موچه دفتی ها میگه خاک میکنه جلال نژاد و دو امتیاز میگیره قاسمپور. حالا دو کشتیگی بلند میشن از اون خودشون و میان به وسط دوشک برای شروع مجدد کشتی. دوره سرشاخ میشن با هم هر دو کشتیگی. عرض کردم خدمتتون قاسمپور در امیدهای جهان عملکرد بسیار خوبی رو در وزن 86 کیلوگرم نشون داده. امیدها تقریبا فرقی با بزرگسالان نداره و این عیار قاسمپور نشون میده ثابت شده است و همه ازش توقع دارن که اینجا بتونه برنده بشه. جلال نژاد هم کم سن و سال هستش و این کشتی میتونه تجربه بسیار خوبی براش باشه حتی اگر ببازه این کشتی رو. در حال هر دو کشتی دارن تلاش میکنن، کشتی یک طرفه دنبال نمیشه که فقط قاسمپور بخواد اجرای فن بکنه و تلاش بکنه. جلال نژاد هم داره تلاش خودش رو میکنه اما به سختی میتونه از دستان قاسمپور بگذره و زیرگیری کنه. یک لحظه میشست برای اینکه ناموفق بود. عرض کردم خدمتتون قاسمپور دستان پرتوانی داره. یک لحظه موچه پای میگیره ببینیم میتونه خاک کنه جلال نژاد. بله اینجا بیرون از دایره خاک میکنه جلال نژاد رو. بله این کامران قاسمپور عرض کردم خدمتتون مدعی بزرگی هستش. علی‌رغم وزن کمش 4-0 نتیجه کار اینجا به نفع قاسمپور میشه که جبران یک مقدار برای جلال نژاد سخت شد، چرا که طرفش کسی ازش به اسم کامران قاسمپور. در حال باید ببینیم آخر کشتی چه کسی دستش به عنوان فرد پیروز بالا میره. هر دو کشتی که تلاش میکنن اینجا یک لحظه حالا در سرشاخ و رسولان یک لحظه وقت 3 ثانیه ساعت فرما میرسه و میرن به نزد مربیان خودشون هر دو کشتیگی. این کشتی هرچند اگر جلال نژاد بازنده هم باشه میتونه تجربه خوبی براش باشه و قاسمپور اومده که این کشتی رو ببره، دور خودش رو ثابت بکنه. حالا اینجا وقت 3 ثانیه استراحت به پایان میرسه ولی داور میاد برای توشک. حالا کشتیگیران اول جلال نژاد میاد رو توشک، حالا قاسمپور منتظر که با سوت داور 3 دقیقه دوم آغاز بشه. حالا داور اومد، حالا سوت میزنه و 3 دقیقه دوم آغاز میشه. سرشاخ میشن، دستان همو گیر رو گرفتن و دستان هم دیگه دارن کار میکنن دو کشتیگی تا موفق بشن فرصتی پیدا بکنن برای اجرای فنون. جلال نژاد تلاش میکنه، قاسمپور هم میخواد مجددا اجرای فن بکنه تا این کشتی رو هم مثل بقیه کشتیاش در 86 کیلوگرم با اقتدار شکست بده. همچنان دستان هم کار میکنن
چهار وسط نتیجه کشتی ازش به نفع دورنده آبی یعنی قاسم پور. یک لحظه نشست برای اجرای فند جلال نجات که ناموفق بود و ببینیم قاسم پور بازم میتونه اجرای فند بکنه یا خیر، که هر دو کشتی که دارن تلاش میکنن. همچنان در سرشاخ منتظر فرصتی هستن برای اجرای فنون خودشون. قاسم پور در خاک کردن در زیر و خاک تبهر بالایی رکب میزنه به حریفان، اکثرا با زیرگیریاش و حریفان رو خاک میکنه. در فنون خاک هم توانایی بالایی داره، اما اینجا با توجه به قدرت بدنی جلال نژاد فقط تونسته دو بار حریف خودش رو خاک بکنه. حالا یه لحظه میشه برای زیر قاسم پور مجددن انصافا جلالنژاد هم داره تلاش خودش رو میکنه و همین کشتی رو جذاب میکنه. دو طرف از کشتی هر دو دارن تلاش میکنن. باید دید که این هر دو هموطنمون، یکی از علی گودرز و دیگری از جویبا، تا پایان کشتی میتونن نتیجه رو به نفع خودشون ببرن یا خیر. تا اینجا کار که برنده قاسم پور هستش. دو کشتی که دستایی هم داره کار میکنن منتظر جای فن. یک لحظه میشست برای دست گرفتن خم قاسم پور که ناموفق بود. جلال نژاد اجازه این کار روش نداد. دیگه جلال نژاد هم راه نمیده، متوجه شده که قاسم پور زیگی بسیار متبهری هستش. همچنان دستای هم کار میکنم فن میتونه اینجا کار اجرا نشده. اما هر دو کشتی یک لحظه اینجا کشتی متوقف میشه به مجددن آغاز میشه. یک لحظه میشینه برای در خود گفتن موج که ناموفق جلال نژاد. بعد دید که قاسم پور باز هم میتونه اجرای فن بکنه. یک لحظه دیگه نشست باز ناموفق. میشینه برای زیر جلال نژاد باز هم ناموفق. از کم طرفش قاسم پور با تجربه میدان دیده است. حالا خاک میکنه جلال نژاد قاسم پور. شش بسه نتیجه کار. ببینید که نه، نمیخواد بارانداز یا فیتیل پیچی رو انجام بده و داورم کچه سرپا میده. نتیجه کار شش بسته فصلش به نفع قاسم پور. حالا دو کشتی که مجددن تلاش میکنن دیگه جبران امتیازات سخت و محال به نظر میرسه برای جلال نژاد. اما همچنان از پا نمی ایسته جلال نژاد با کلا به انگیزش. یاسه هم دو کشتیگان کار میکنن و همین لحظه وقت به اتمام میرسه. کشتیگان میان به نزد داور تا دست کشتیگان پیروز بالا ببره.